درود بر شما. به با خبر بامدادی ایران شهر خوش آمدید. امروز 23 مرداد 2582 ایرانیه و 14 از ماه آگوست 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار بامدادی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب در یکی دو روز گذشته رژیم پس از بیرون اومدن خبر آزاد شدن گروگان‌هایی که گرفته در ازای 6 میلیارد دلار و بازخورد بسیار منفی توسط ملت ایران، یعنی متوجه شده که نه تنها امیدی در مردم ایجاد نکرده این خبر، بلکه خشم و عصبانیت اونا رو افزایش داده. برای همین شروع کرده به یک سری دروغگویی و سناریوهای رنگ رو باخته. اولین سناریو چی بود؟ پس از اینکه افشا شد که خود رژیم بدون شک به عمد با دیوارکشی به اصطلاح غلط، یعنی گفتن دیوارکشی غلط بوده، در صورتی که دیوارکشی مرزی نمیتونه غلط باشه، دیوارکشی مرزی انجام داده رژیم در زابل و در این دیوارکشی بخش از خاک ایران داده به طالبان افغانستان، دو دسته تقدیمشون کرد. بعد دیدن سر صداش در اومد، گندش در اومد و مردم عصبانیان، اومدن شروع کردن یه سری دروغگویی ها. مثلا چیه؟ بیلبورد و تابلو زدن در نقاط مختلف شهرهای ایران که وطن فروشی پهلوی. وطن فروشی چیه؟ دادن بحرین در زمان محمد رضا شاه پهلوی و جداسازی اون از ایران با رضایت مثلا راریامهر. که اینا چرت و پرته، همه مردم میدونن، یعنی کسایی که واقعا یه مقدار توجه کردن به تاریخ میدونن که اصلا ما حاکمیت واقعی نسبت به بحرین نداشتیم از زمان قاجار. یعنی اگر ما دولت در بحرین از زمان قاجار تعیین نمی کردیم، چطور حاکمیت داشتیم به بحرین؟ از بیخوبان دروغه و مدام شیر و خورشید رو نقش میکنن، زیرش این دروغ رو مینویسن. چرا این دروغ رو مینویسن؟ به خاطر اینکه متوجه شدن که مردم ایران یکی از بزرگترین موت‌هاش این شده که نشانهای ملی ایران رو نقش بکنن روی بدنشون با خالکوبی و همه جوونا از تصاویر آریامهر، رضا شاه بزرگ، شهبانو و بسیاری از مردم انواع مختلف شیر و خورشید رو دارن نقش میکنن روی تنشون. حتی امضای آریامهر رو روی نقشه ایران دارن نقش میکنن با تاتو رو بدنشون. و این کارا و این دروغهایی که داره رژیم میگه از شدت ترس و وحشته و بسیار شتاب زده است. شتاب زده است. چطور؟ یه اتفاق دیگه که دوباره دیروز افتاد، دوباره دقیقاً مثل سناریوی چند ماه پیش، دو نفر عجیب کرده رژیم بیان این حرم شاه چراغ به اصطلاح در شیراز مردم ببندن به رگبار. طرف هم قیافشو سیبیلاشو زدن، ریش مونده براش و الان مثلا شده این داعشی یا هرچی. چرا اینو دارن میگن؟ میخوان اینجوری تبلیغ بکنن که شهید قاسم سلیمانی سردار سرلشکر نمیدونم تیمسار فلان ایشون داعشو شکست داد، که همه میدونن اصلا داعش هنوز شکست نخورده. همین امروز در اخبار روسیه هنوز نافاش دارن به سمت داعش در سوریه شلیک میکنن، یعنی داعش وجود داره. داعش قدرتش از بین رفت زمانی که دونالد ترامپ تصمیم گرفت بکوبه داغونش بکنه، کاری که اوباما حاضر نبود انجام بده. و به اقرار خود آدمای رژیم، همین مدافعان حرم، قاسم سلیمانی قبل از پیدایش داعش در سوریه داشت مردم معترض سوری رو قتل عام میکرد برای حفظ بشار اسد. خودشون اعتراف کردن، در تلویزیون ایران گفتن. اما این دروغگویی ها بسیاریش داره توسط رسانه‌های خارج از کشور هم تبلیغ میشه. مثلا این نمایش نخنمای حمله به شاه چراغ رو برداشتن این رسانه‌های خارجی، بی بی سی فارسی، ایندیپندنت، مناتو، نمیدونم صدای آمریکا، از زوایای مختلف سپاهی‌ها اینو فیلمبرداری کردن و از زوایای مختلف مدام بازپخش میکنن و راجعش صحبت میکنن. اول میگن 4 نفر کشته شده، بعد میگن 2 نفر، بعد میگن 1 نفر کشته شده. کار به جایی رسید که خود رژیم، رسانه شبکه خبر رژیم، تیترهای بی بی سی را زیرنویس میکنه به عنوان منبع خبر. ببینید بخشی از این موضوعات و این دروغ‌ها به کجا برمیگرده؟ به همون موضوع که روز گذشته در برنامه من به شما شب گذشته اطلاع دادم، اینکه بخش بزرگی از جمهوری خواهان، تجزیه طلبها، چپها کلن، مجاهدین و دیگران همپیمان میشن در یک جبهه. اینا دست در دست رژیم تبلیغاتی رو پمپاژ میکنن که بتونه شیر و خورشید رو عقب برونه به یه نحوی، نه ظاهرن ولی زیر پوستی. من در مورد مناطو به شما هشدار دادم که این کار خواهد کرد. مناطو میاد از این طرف خالکوبی های مردم پخش میکنه که مردم ها احساساتشون رو جلب بکنه. بعد میاد چیکار میکنه؟ این نمایش مسخره رژیم رو که همون بار اول هم کسی جدی نگرفت، الان هم هیچ کس براش مهم نیست تو ایران، واقعیت بگم هیچ کس براش مهم نیست. چرا؟
چون همین کار رژیمه، کار خودتونه. خودشون هم اعتراف میکنن که آقا این به شدت شبیه حمله تروریستی اوله. اولی که همه میدونن کار شما بود، اینم خب کار شما بود، همه میدونن دیگه، مشخصه. چرا؟ به همین دلایلی که گفتم. میهن پرستی به قدری رشد کرده که حتی بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا وحشت کردن و پمپاژ اخبار رژیم رو شروع کردن و دارن این رو پمپاژ میکنن. رژیم به جای اینکه بیاد مسائل واقعی رو حل بکنه، مثلا با این مزخرفاتی که در مورد جداسازی بحرین و این سور صحبت ها میگن، با این دروغ های تاریخی مشخص، همین الان شما بجز این که خاک ایران رو دادین به افغان ها و به طالبان افغانستان دادین که اینو باید با جنگ پس گرفت، همین الان روز گذشته خبری منتشر شد که کویت و عربستان تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کردند که بر پایه اون استخراج گاز از میدان گازی آرش رو آغاز بکنن بدون حضور ایران، دو جانبه آغاز بکنن بدون کمترین توجه به ایران. شما خبر اینو در رسانه میبینید، اینو یک خبرگزاری مستقل ایپاک تایمز که واقعا قابل اعتمادم کاملا نیست منتشر کرده، از رسانه های عربی گرفته منتشر کرده. نه صدای آمریکا در موردش خبر گفته، نه رادیو فردا گفته، نه بی بی سی گفته، هیچ کدوم از اینا هیچی نگفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بگن موضع ملی گرایان تقویت میشه بیشتر. اما چرا الان این داستانو کلا راه انداختن؟ دروغ های نخنما. ببینید، رژیم مطمئنه که مشکلات بزرگی در ماه جاری خواهد داشت، در شهریور ماه. اولا مردم آماده جنگ شدن، یعنی اصلا آمادن، من خبر دارم یه سری آماده جنگن، قرار جنگ واقعی در بگیر. این از این. بجز این هر خبری هم در میاد که 5-6 سال پیش اگر در میومد مثل خبر برجام مردم سرمست میریختن تو خیابون و میرقصیدن، الان هر کدوم از این خبرو که در میاد مردم تنفرشون هم از رژیم و از آمریکا بیشتر میشه، به جای اینکه بیان امید پیدا بکنن به آمریکا و رژیم، برعکس میشه. بجز این مشخص که رژیم ناچار بنزین رو قیمتش رو دوباره چند برابر بکنه، به جز این قرار قیمت نون رو 16 برابر بکنه. اگه همه اینا رو بذاریم بغل دست هم دیگه، مشخص که رژیم چاره ای نداره به جز دروغگویی. و دروغگویی بذاریم بگیم پایه و اساس شیعه گری. علی خامنه ای کسی که تو روی ملت ایران اومد گفت ویروس کووید رو آمریکایی‌ها ساختن برای اینکه حمله بیولوژیک بکنن روی دی ان ای ایرانی‌ها مثلا، و بعد اومد اعلام کرد واکسن آمریکایی و انگلیسی قدغنه، در ساعتی که همون واکسن به راحتی میتونست 50 تا 100 هزار نفر از جان همیهنان رو نجات بده. الان اما ما میدونیم که نه تنها این کار جنایت بود، بلکه حرف اول علی خامنه ای هم دروغ بود و ویروس کووید در آزمایشگاه ووهان تهیه شده بود و 4 نفر اولین کسانی که در بشریت کووید گرفتن و مردن 4 دانشمند چینی بودن که در اون مرکز کار میکردن. الان این انتشار یافته، همه میدونن. در ازا چیکار کرد رژیم؟ اومد میدان شهیاد و چراغونی کرد، همیاری با ووهان به زبان چینی انداخت رو برج شهیاد و جشن گرفتن و به جای اینکه پروازها رو از چین لغو کنن، پروازها رو بیشتر کردن و اختصاص دادن به چین و ویروس کووید رو آوردن تو ایران و ملت ایران رو قتل عام کردن. ببینید چرا رژیم رو آورده به این سناریوها؟ هیچ راه دیگه‌ای نداره. و اما این سناریوهای دروغین یه چیزی به ما میگه و این کارهای تکراری یه چیزی رو نشون میده. رژیم دیگه هیچی در چنته نداره. رژیم وحشت زده است، شتاب زده داره عمل میکنه. هیچ نقشه جدیدی نمیتونه طراحی بکنه. نداره که طراحی بکنه و زمان هم نداره. بنابراین چیکار میکنه؟ مدام میاد روی سناریوهای نخنما تاکید میکنه. همه اینها نشان از یک انفجار بزرگ داره در ماه جاری. حالا نه ممکنه شهریور ما اوجش باشه، ممکنه ماهای بعد باشه، ولی انفجار در راهه. چون هیچ چیزی دیگه روی ملت ایران تاثیر نداره. همه چیز رو ملت ایران کنار گذاشتن. اینا تصور میکنن که اگر بیان احساسات شیعه گری رو جریحه دار بکنن با حمله به شاه چراغ و دوباره شاه چراغ و یه بار دیگه دوباره شاه چراغ، مثلا اتفاقی میفته اینه که این نفرتی که مردم از عاشورا و تاسوعا نشون دادن، که نه تنها تحریم کردن که رفتن مسخره کردن در جای مختلف، این نفرت در اربعین تبدیل به عشق میشه. این اتفاق نخواهد افتاد. مردم عصبانی ان که شما ورداشید چند صد هزار تن غذا فرستادی عراق برای اینکه تو اربعین بخورنی به عراقیا و به نوکرای خودتون در این آیین سیاسی که نه تنها هیچ ارتباطی به ایران نداره، که بدون شک ایران ستیز و ضد ایرانی. مردم عصبانی نزید. اینا میخوان با ترحم از مدل سیاست حامد اسماعیلیون، ترحمی، سیاست ترحمی مثل وحید بهشتی، خودت به فلجی بزنی با ترحم سیاسیون رو جلب بکنی، مثل محمد مصدق تو رختخواب بخوابی از اونجا مثلا بخوای نخست وزیری بکنی. اینا میخوان از مدل ترحم طرفدار سیاسی جلب بکنن. این داستان ها دیگه نخنما شده. مردم ایران دیگه گول این صحبت ها رو نخواهند خورد.
همه اینا نشان از یه چیز داره، که همونطور که ملت ایران آماده شدن برای یک انفجار بزرگ و یک حمله بزرگ، همه ایرانیان در سراسر کشورم باید آماده بشن. بیشتر انرژیتون رو این بار بذارین از حمایت از هممیهنان در داخل ایران. راه‌های انتقال بیتکوین رو به صورت امن یاد بگیرین. گروه‌های مبارز رو پیدا بکنین، برای اونها مستقیم خودتون بیتکوین بفرستید. نه به کسی اطلاع بدید، نه هویتشون رو برای کسی فاش بکنید، نه هویت خودتون رو برای دیگران فاش بکنید. ارتباطتون رو با یک گروه سعی بکنید حفظ بکنید. از این طریق میتونید امنیت خودتون و اونها رو حفظ بکنید. هر دو طرف از وی پی ان های فوق العاده قابل اعتماد استفاده بکنید. بهترین وی پی ان ها رو استفاده بکنید. وی پی ان هایی که در رژیم تبلیغ میشه رو به هیچ عنوان استفاده نکنید، چون اعتباری بهش نیست. فقط از وی پی ان های قابل اعتماد بین المللی مثل اکسپرس وی پی ان و نورد وی پی ان استفاده بکنید. باید آماده بشیم، جنگ بزرگی در راهه. جنگی که هدفش نجات ایرانه یک بار برای همیشه. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. تا با خبر بعدی، بدرود.